سرخط تازه ترین خبرها. آمریکا: هر حکومتی که در افغانستان به حقوق اساسی مردم احترام نکند در جهان منفور خواهد بود. اسماعیل خان داغدار شد. عمر غلام سخی، یکی از افراد وفادار به محمد اسماعیل خان، در جنگ با طالبان کشته شد. آمریکا با پشتیبانی دیپلماتیک خود از روند صلح افغانستان ادامه می دهد. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. آمریکا با حمایت دیپلماتیک خود از روند صلح افغانستان حمایت را ادامه میدهد. 8 صبح کابل. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین بیانیه‌اش گفته است که این کشور به پشتیبانی خود از روند صلح افغانستان ادامه می‌دهد. آقای بایدن روز جمعه 8 اسد در بیانیه‌اش به مناسبت ورود نخستین گروه مترجمان افغان به آمریکا گفت که هرچند سربازان این کشور در حال برگشت از افغانستانند، اما آمریکا کمک‌هایش را در بخش‌های امنیتی و اقتصادی به مردم افغانستان ادامه می‌دهد. او همچنان افزود که آمریکا با پشتیبانی دیپلماتیک خود از روند صلح ادامه خواهد داد. جو بایدن به کاهش فوری خشونت در افغانستان تاکید کرد و از طالبان خواست که به میز مذاکره برگردند تا مردم افغانستان به یک توافق سیاسی و پایدار و عادلانه برسند. او همچنان ورود نخستین گروه مترجمان افغان به آمریکا را خوش آمدید گفت و افزود که آمریکا با وعده های خود به هزاران تبعه افغان که شانه به شانه با نیروهای و دیپلمات های آمریکا در افغانستان کار کردند عملی می کند. رئیس جمهور آمریکا افزود که به سرعت تلاش می کند تا افغان های واجد شرایط را از افغانستان بیرون و به آمریکا یا کشور سومی منتقل کند. گفتنی است که نخستین گروه از مترجمان افغانستانی که با نیروهای آمریکایی کار کرده بودند صبح روز جمعه با خانواده هایشان به آمریکا رسیدند. در همین حال ناصر فرزام در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: عمر غلام سخی، یکی از افراد وفادار به محمد اسماعیل خان، در جنگ با طالبان جان باخته است. در همین حال آمریکا: هر حکومتی که در افغانستان به حقوق اساسی مردم احترام نکند در جهان منفور خواهد شد. 8 صبح کابل. وزیر امور خارجه آمریکا در سفرش به کویت گفته است اگر حکومتی در افغانستان به وجود آید که به حقوق اساسی شهروندانش احترام نگذارد در میان جامعه بین المللی منفور خواهد بود. آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 7 اسد این گفته هایش را در پاسخ به یک سوال خبرنگار شبکه الجزیره در مورد دیدگاه این کشور در مورد آینده افغانستان مطرح کرده است. او تاکید کرده است که هر حکومتی که در افغانستان حقوق اساسی مردم و دستاوردهای دهه‌های اخیر را نادیده بگیرد و از حقوق دختران سوء استفاده کند در میان جامعه بین المللی منفور خواهد بود. بلینکن همچنان افزوده است که این کشور به اهداف خود در افغانستان که همانا شکست القاعده بود دست یافته است و اکنون مردم افغانستان خودشان باید سرنوشتشان را تعیین کنند. او اما تاکید کرده است که اگر دوباره از افغانستان تهدیدی از سوی القاعده متوجه آمریکا شود این کشور اقداماتی را روی دست خواهد گرفت. با این حال وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرده است که آمریکا پس از خروج نیز و کمک‌های اقتصادی و بشر دوستانه خود به افغانستان ادامه می‌دهد. از سوی دیگر آنتونیو بلینکن در یک گفتگوی جداگانه با شبکه CNN در مورد سفر اخیر هیئت طالبان به پکن گفته است که همه کشورهای منطقه از جمله چین در افغانستان منافع دارند و هیچ کسی خواهان به قدرت رسیدن یک حکومت از راه زور نیست. بلینکن گفته است همه علاقمند حل مسالمت تامیز منازعات افغانستان هستند
بنابراین اگر چین مطابق به این منافع عمل کند، امر مثبت است. گفتنی است که روز چهارشنبه ششم اسد یک هیئت 9 نفری طالبان به رهبری ملا برادر و دعوت رسمی چین به این کشور سفر کرده. طبق گفته‌های دفتر سیاسی طالبان در قطر، این هیئت پیرامون صلح، مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی با مقام‌های چینی گفتگو کردند. بر اساس معلومات چین نیز یک هیئت طالبان خواسته است که با جنبش اسلامی ترکستان شرقی مبارزه کند. چین این گروه تروریستی تهدید علیه امنیت ملی خود عنوان می کند. در همین حال در یک شبانه روز گذشته 31 بیمار کرونایی جان باختند. 8 صبح کابل. وزارت صحت عامه روز جمعه 8 اسد آمار روزانه ابتلا به ویروس کرونا را اعلام کرد. طبق اعلام این وزارت 31 بیمار کرونایی در کشور جان باختند. وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته 3156 مورد مشکوک به ویروس کرونا را آزمایش کرده است. از میان 631 مورد آن مثبت تشخیص شده است. با ثبت آمار جدید ابتلا به ویروس کرونا، آمار مجموعی مبتلایان به کرونا به 147,151 نفر رسیده است. این وزارت افزوده است که در یک شبانه روز گذشته 822 بیمار کرونایی بهبود یافته و این ترتیب شمار کل بهبود یافتگان به 97,514 نفر رسیده است. در همین حال هزاره ای که به خاطر آزادی نجراب جان داد، غلام سخی هزاره، نگهبان و راننده شخصی میرداد نجرابی، عضو مجلس نمایندگان، امروز در جنگ با طالبان در ولسوالی نجراب جان باخته است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.